همه عشقتون برای همه این مدت، از همدلیتون، از نگرانیتون و از همه این محبتتون واقعا ممنونیم. همه یه تیم پوست شیر. به ذهنم رسید که یه دو تا چیزو بگم. یکی این که من سکانس تجاوز رو با همه وجودم، با همه قلبم و با همه جسمم بازی کردم. یعنی فکر میکنم که ادای دینی بود برای همه دخترای سرزمینم که در طی این سالها حتماً که ما این اتفاقات رو زیاد داشتیم. همین این یه تیکه حسی بود که دوست داشتم باهاتون در میون بذارم. و نکته دیگه این که تو پیجم هم گفتم پدرم در قید حیات نیستم، ولی هادی حجازی فر خدا حفظش کنه. آقای هادی حجازی فر واقعا باعث شدن که من، چون سنم کم بود پدرم فوت شد، من احساس پدر بودن برام واقعا زنده شد. یعنی از صمیم قلبم احساس کردم که پدر واقعی دارم و جاشون خالی میکنم. ایشالا هفته بعد کنار ما باشن همه با هم. قربونتون برم. من چون دختر دارم و رونا با خودم همه جا میبرم، خیلی دیدن اون صحنه برای پدرهایی که دختر دارن سخت. خیلی معذرت میخوام، بغضم گرفت. انرژی که شما ما میدین حتما به ما این انگیزه رو میده که دوباره بریم و با یه کار خوب برگردیم. امیدوارم که خدا این لیاقت رو به ما بده. ممنونم ازت. این فیلم واقعا هیجان انگیز بود. یعنی بعد از هر قسمت دور از اون چیزی که ما تصور کرده بودیم اتفاق می افتاد و واقعا دور از انتظار بود. خیلی خیلی تو این سریال نقش آقای علیرضا کمالی رو دوست داشتم، چون واقعا یه جوری نقش رو براش فیلمنامه نوشته بودن که میتونه فرهنگ ما رو یه جوری آپدیت تر بکنه نسبت به رفیق و رفاقت. سریال پوستشیر که بهترین سریال هایی بود که من دیده بودم و خانم پردیس احمدی در نقش ساحل خیلی نقششون رو با احساس و زیبا بازی کردن. گاهی وقتا آدم اصلا فراموش میکنه که این یه سریاله و فکر کنه داره واقعیت رو تماشا میکنه، به خصوص بازی نقش نعیم که واقعا آدم بعضی وقتا فکر میکنه نعیم و ساحل پدر و دخترن. امیدوارم که این فیلم زیبا تمام بشه و مردم بپسندن که این همه پیگیری کردن براشون خوشایند باشه.